درود بر شما. با 180 ثانیه پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه ما رو همراهی کنید. هفته‌نامه کینگ سنتینل کانادا به نقل از آندره میلن، کارشناس هوانوردی، گزارش کرد که سپاه پاسداران قبل از شلیک موشک دستگاه موقعیت‌یاب پرواز اوکراینی را از کار انداخته بود. بر اساس تحقیقات آقای میلن، سپاه پاسداران با از کار انداختن سامانه ردیابی پرواز 752 و نیز از کار انداختن همزمان سیستم ارسال فرکانس اضطراری برای نشان دادن محل سقوط هواپیما، این امکان را پیدا کرد که به سرعت نیروهای خود را به محل سقوط برساند. اوکراین با استفاده از نظریات و تحقیقات کارشناسی در حال بررسی امکان شکایت از جمهوری اسلامی در دادگاه جنایت علیه بشریت به علت شلیک عمدی موشک به این هواپیمای مسافربری است. پس از آنکه خانواده محمد نوریزاد، زندانی سیاسی، از تزریق آمپول‌های نامعلوم به او در بیمارستان خبر دادند، روز چهارشنبه طوفانی توییتری در اعتراض به وضعیت جسمانی وی در زندان به راه افتاد. زینب نوریزاد، دختر آقای نوریزاد، وضعیت این زندانی سیاسی در زندان اوین را نگران کننده و وحشتناک خوانده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، از اول اردیبهشت ماه نرخ بلیط اتوبوس‌های شهری به طور متوسط 25 تا 35% و نرخ کرایه‌های تاکسی نیز به طور متوسط 35% افزایش یافت. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، خبر داد در 24 ساعت گذشته 453 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند که این رقم بیشترین میزان جانباختگان در یک روز در سال جدید بوده است. آمار رسمی جانباختگان این بیماری با اعلام تعداد فوت شدگان روز پنجشنبه دوم اردیبهشت به 68366 نفر رسید. ارتش اسرائیل میگوید صبح پنجشنبه یک موشک زمین به هوا که از سوریه به سوی یک جنگنده این کشور شلیک شده بود، پس از به خطا رفتن در جنوب اسرائیل منفجر شده است. محمد رضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران، با اشاره به شلیک این موشک از سوریه به خاک اسرائیل گفته: کسی که شرارت میکند نباید انتظار داشته باشد این شرارت به خودش بر نگردد. وی افزود این انفجار در یک مجتمع ساخت پیشران موشک در اسرائیل قابل کتمان نبود و آنها تلاش کردند که انفجار را سرپوش بگذارند، اما نتوانستند. وی مدعی شد سران اسرائیل با کمک آکادمی‌های علمی به این نتیجه رسیدند که اسرائیل روبه زوال و پایان است.